پاتاق امشب ما خونه شماست. خوش اومدیم به پاتاق ما. درود به همه هموطنان و همه همزبونای عزیزم هر جای دنیا که هستین. سلام کنم خدمت تک تک دوستان و بینندگان عزیز برنامه خوب پاتاق. به پاتاق ما خوش اومدین. مرسی که ما رو راه دادین به پاتاق خودتون توی خونه هاتون. امروز دوباره در خدمت شما هستیم با یه برنامه جذاب و دیدنی از طرف پاتاق. امروز ما میخوایم در مورد هویت صحبت بکنیم. موضوع برنامه هویت هست. چیزی که توی دنیا خیلی رسیدن به اون چیزی که آدما دنبالش میگردن مهمه. خیلی‌ها اون هویت رو دارن ولی نمیدونن که دارن. خیلی‌ها هم دنبالش میگردن، براش تلاش میکنن، از همه موانع رد میشن، شاید حتی از خانواده هاشون بگذرن تا بهش برسن. به خاطر همین ما امروز مهمانان عزیزی برای شما داریم، پر از عاطفه، پر از عشق و دوست داشتنی. آوردیمشون به منزل تک تک شما عزیزان، بینندگان خوب برنامه پاتاق. من دوست دارم که دوستانم خودشون رو معرفی بکنن، تک تک باهاشون صحبت میکنیم، کلی بحث داغ داریم براتون. بچه ها بینندگان عزیز ما بهتر شما رو بشناسن. بفرمایید. سلام بهداشت عزیز، بیتا خانم خیلی متشکرم. سلام بینندگان عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا که هستین، ایرونیا تصویر ما رو میبینید، خوشحال، شاد و خردمند باشین. من مهتاب هستم، یک ترانسجندر وومن که حدود 13 سال جراحی عمل تغییر جنسیت رو انجام دادم و الان به اون هویت و آیدنتیتی که مد نظرم بوده خوشبختانه رسیدم. خوشحالم و امیدوارم که بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم. حتما خیلی هم ما خوشحالیم که مهدا جون پیش ما هستی و بینندگان عزیز ما هم حتما خیلی لذت میبرن که با شماها بیشتر آشنا بشن. خیلی خیلی متشکرم. مرسی از اومدن شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما بیتا جان، خدمت شما آقای بهداشت و همچنین بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در جمع شما تو این برنامه دور هم هستیم و حرفای خیلی خوبی داریم. هم واسه شما هم واسه بیننده های عزیز، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. و من اوین هستم، یه درگ کویر که براتون انشالله توضیح میدیم که چه تفاوتی داره درگ کویر، گی و لزبیان و ترانسجندر با بقیه هویت های جنسی. مرسی اوین جان که برنامه خوب ما تشریف آوردید و ما رو خوشحال کردید. منم به نوبه خودم سلام میکنم خدمت شما و بیننده های عزیزتون. من جاوید هستم، کوفاندر، پرودوسر، بیسیکلی ایوریثینگ اف پرشین درگ شو. یه شویی که تقریبا یک ساله که ما روی استیج بردیمش و امیدوارم که همونطور که تا الان انقدر از طرف ایرونیا ما مسیج های پازیتیو داشتیم و انقدر استقبال کردن از این قضیه، ما هم بتونیم به نوبه خودمون از خجالتشون در بیایم
و کلی برنامه های خوب براشون داشته باشید. مرسی که اومدید به برنامه ما. حالا معرفی ها انجام شد ولی چیزایی گفتین، اسمایی گفتین که من هیچ وقت به گوشم نخورده. یه ذره در مورد حالا اون پسفنده که در مورد خودتون گفتین، اسمایی که گفتین، برای ما بیشتر توضیح بدین که حالا این اسما و دیتیلش چی هست، ریشش چی، از کجا اومده و چرا این اسما رو برای خودتون انتخاب میکنید. اول همه در مورد LGBT یه مقدار توضیح بدید، هم ما بیشتر آشنا بشیم هم بینندگان عزیز خوب پادکست. حتما. من اتفاقا خیلی خوشحالم که امروز ما این فرصت رو داریم که بتونیم از طریق برنامه شما دنیایی از سوالات دیگه توی این یک ساله به تک تک ما اما پرسیدن رو بتونیم توی این فرصت جوابش رو تا جایی که امکان داره به همه بدیم. شروع کنیم. هر کس که دوست داره، هر کدوم از دوستان میخواد شما شروع کنید. از خواهش میکنم شما. ممنونم که این فرصت رو گذاشتید در اختیار من. همونجوری که میدونید انسان توی، بذارید اینجوری براتون توضیح بدم که انسانیت تقسیم میشه به زن و مرد توی دنیای رئال، ولی متاسفانه ما بین زن و مرد هم هویت‌های جنسی دیگه هست که ناشناخته مونده و علت ناشناخته بودنش هم نبود اطلاعات کافی هست که آشنایی نداریم ما با اینها. همونجوری که الان شما گفتید یه سری اسم‌هایی رو بیان کردیم که حتی انقدر عجیب بود که من دیدم چهره شما عوض شد که این چی هست. و خب اینها برمیگرده همش به اطلاعاتی که توی محیطی که ما رشد پیدا کردیم به ما داده نشده. مرد و زن گرایش‌های جنسی مختلفی دارن که افراد همجنسگرا تقسیم بندی میشه گرایش‌ها و هویت‌های جنسیشون به LGBT+ که L برای لزبیان هست، G برای گی، B برای بایسکشوال و T برای ترانسجندر و پلاسش هم که جدیداً هویت‌های جنسی دیگه مثل کویر که من هستم اضافه شده و گرایش و هویت جنسی ایسکشوال که همه اینها رو توضیحاتش رو میدیم و من این مبحثش رو گفتم. ما بعدش رو میسپاریم دست جاوید جان، بعدش هم مهتاب جان. بفرمایید. نشونه مشخصه بزرگ LGBT ها رنگین کمان هست. چرا رنگین کمان هستن؟ رنگین کمان من نظرم اینه، این چیزیه که به قول یارو گفتنی هیچ جایی نوشته نشده که دلیل اینکه رنگین کمان هستش چیه. هر کسی یه برداشتی میتونه داشته باشه. من فقط تجربه و برداشت خودم رو میتونم بگم بهتون. من حس میکنم به خاطر تفاوت رنگی که توی رنگ کمون هست این پرچم انتخاب شده که نشون بده که دنیا فقط به دو رنگ سیاه و سفید ختم نمیشه. انقدر تفاوت رنگی ما توی رنگ کمون داریم. شما رنگای رنگ کمون رو اصلا میتونی برای من بشماری؟ هفت رنگ اصلی هست، ولی خب رنگ بی‌نهایت لابلاش انقدر هست که اصلا غیر قابل شمارشه. بیشتر به خاطر همین نور سفید رو، منظور جاوید جان اینه که نور سفید رو اگر ما بیایم در نظر بگیریم به عنوان هویت جنسی، وقتی که وارد منشور میشه از اون برای منشور میاد بیرون، طیف‌های مختلفی رو داره و مختص یک نور فقط نیست. گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسی هم دقیقاً همین طیف‌هایی هست که توی نور سفید هست و برای همین هم رنگین کمان انتخاب کردیم که همه گرایش‌های جنسی، همه زیبایی‌ها، نورها و رنگ‌ها توش هست. و منظور جواب جان همین بود. من از جواب های پرانتز خیلی قشنگ توضیح دادید. کاملاً بینندگان عزیز ما متوجه میشن. من خیلی دوست دارم بدونم فرق بین تک تک کلماتی که مثل LGBT که شما گفتید فرق بینشی، اگر اشکال نداره بتونید برای ما توضیح بدید که هم ما هم بینندگان عزیز ما متوجه بشن خیلی خوب میشه. اتفاقا یکی از اهداف ما برای این که شوی که داریم و برای جامعه ایرانی گذاشتیم این بودش که واقعا جامعه ایرانی هیچ اطلاعاتی راجع به این قضیه نداره و نداشتن اطلاعات باعث میشه که متاسفانه خیلی ترس ها و فوبیا های مختلف پیش بیاد. هیچ گلگی به هیچ کس نیست چون که هیچ دانشی بهشون انتقال داده نشده تا الان مسلما.
عرضم به حضورتون LGBT هم اوین جان توضیح دادن LGBT اولش برای لزبیان ها هست، خانم هایی که تمایلشون به همجنس خودشون هست، تمایل جنسیشون. جی بعدیش برای افراد گی هستش که آقایونی هستن که تمایل جنسیشون به همجنس خودشون هستش. بیش برای بایسکشوال هست که فرد بایسکشوال معمولا به هر دو طرف تمایل جنسی داره. و تی برای مهربون های عزیزمون که ترانسجندر وومن ها هستن یا ترانسجندر آقایونی هستن که تغییر جنسیت دادن به جنسیت خانم، یا خانم هایی که تغییر جنسیت دادن به جنسیت آقا. یعنی شامل هر دوتاشون. هر دوتاشون. بله بله. ترانسکشن اصلا معنی انگلیسیش به فارسیش میشه ترانسفر، عوض کردن، دگرگون کردن، یه همچین معنی فارسیش. داره فارسیش فکر کنم. بعضی از کلمه هاست واقعا فارسیش خیلی سخته، مثلا همین کویر، دگرجنسگرا. دگرجنسگرا درست داشتم میگفتم، پس دانسته رفتم برش کردم. خیلی از کلمه ها هست واقعا تبدیلش به زبان فارسی خیلی سخته، چون یه چیزی مثل ایسکشوال تبدیل کردنش به زبان فارسی هم به واسطه اینکه ما اطلاعات کافی نداشتیم و هنوز لغتی براش نداریم نمیشه ترجمهش کرد. فرد ایسکشوال کسی هست که هیچ گونه تمایل جنسی نداره و فقط از در ارتباط بودن با دیگر یه جنس مخالف خودش یا هم نوع خودش لذت میبره، بدون اینکه بخواد هیچ گونه سکسی داشته باشه، هیچ گونه گرایش به سمت جنس مخالف یا موافق داشته باشه. اینو نمیشه ترجمه کرد به فارسی. درست. نه میدونی بحث گذاشتن فرهنگ ما نبوده که اصلا. عرضم به حضورتون بحث گذاشتن یا نذاشتن نیست، این نداشتن کلمه های فارسی نه تنها توی جامعه LGBT بلکه توی خیلی از زمینه های دیگه من دارم میبینم که ما کلمه فارسی برای خیلی چیزا نداریم. این به خاطر نبودن یک سر و سامون درست حسابی توی مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد ایران میتونه باشه که واقعا چقدر جاش خالیه که یه همچین ارگانیزیشنی اونجا داشته باشن که مخصوص این باشه که بیاد حالا کلمه های فارسی براش پیدا کنه. تا چند وقت پیش من یادمه که به بچه های LGBT میگفتن همجنس باز. من خودم هم همینو میگفتم، یعنی نمیدونستم که خب کلمه بهتر دیگهی براش واقعا نبود. توی این چند سال اخیر خدا رو شکر عوضش کردن به همجنس گرا. البته کلمه همجنس باز هم وجود داره در دایره لغت ما. همجنس باز به معنای از بازی کردن میاد، کسی که فقط از سر تفنن و از سر اینکوایری، از سر اینکه بخواد بره ببینه حالا چیه، چه جوریه، یعنی گرایشش نیست. آره اون همجنس باز هست، ولی همجنس گرا گرایش جنسیش، تمایلش به جنس موافق یا مخالفه. خیلی از سوء تفاهم‌ها به خاطر اینه که نمیدونن بله. یا بلد نیستن که با بچه‌های LGBT چجوری باید به چه واژه‌ای باید اسم ببرن، خانم بگن، آقا بگن. حالا خیلی جالب، یکی از چیزایی که باز ما داریم، نه تنها ما، کلن دنیا به سمتش داره میره، اینه که خب بیاین اصلا کلن این بحث جنسیت رو بذاریم کنار که چی که کی جنسیتش چیه و فوکس کنیم که روی انسانیت آدم ها، به جای اینکه انقدر نگران باشیم که طرف توی قسمت های خصوصیش چه چیزی داره یا چه چیزی نداره یا بیسیکلی تو رخت خوابش داره چی کار میکنه. میدونین چی میگم؟ اگه ماها واقعا بتونیم به اون نقطه برسیم، به اون جایی برسیم که دیگه برام، من وقتی شما رو میبینم برام مهم نباشه که شما موت بلنده، موت کوتاه، رنگ پوستت چیه، جنسیتت چیه، من وقتی شما رو میبینم یه انسان ببینم و اون چیزی که تو ذهنته، اون کاراکتر اصلی خودتونو باهاش بتونم ارتباط برقرار کنم، به جای اینکه بخوام بیام نگاه کنم ببینم او این آقا چرا لباس زنانه پوشیده، این آقا چرا کفش زنانه پاشه، این آقا چرا
خیلی چیزهای دیگه، یا برعکسش برای بچه‌های لزبیان ما، این خانم چرا رفتارش اینجوریه؟ چرا عاشق فوتباله؟ چرا دوست داره که همه پسرا با همه پسرا دوست باشه؟ اهل خیلی خصوصیتایی که هر کدوم از بچه‌های ما جداگونه برای خودشون داره. حالا جاوید جان، من فکر می‌کنم که مردم وقتی که این چراها براشون به وجود میاد خیلی طبیعیه. مسلماً. و تنها راه حل این قضیه اینه که دانایی، آگاهی داده بشه به آدم‌ها. ببین در طول تاریخ به خاطر اینکه دانایی نبوده، آگاهی نبوده، خیلی چیزها که الان برای ما خیلی عادیه، خیلی روشنه، اون موقع شاید تابو بوده یا خیلی عجیب. خیلی عجیب. هنوزم خیلی چیزا واقعا تابو هست. دقیقاً. پس انسان تعریفش اینه که زمانی انسان میشه که انسان شدن رو بیاموزه. بسیار جمله قشنگه. درسته. بقیه موجودات دیگه وقتی که شرایط فراهم باشه، یه سگ میتونه وقتی که به دنیا بیاد محیطش فراهم باشه بزرگ هم میشه یه سگ گربه، همینطور. ولی انسان اول به دنیا میاد، بعد هویت پیدا میکنه با اون چیزهایی که میآموزه، میبینه، میشنوه. میدونی تنها راه حل به نظر من توی هر زمینه ای فقط میتونه دانایی باشه و آگاهی باشه. این که بگن چرا خیلی طبیعیه، میدونی؟ ولی وقتی که آدم ها متوجه میشن که موضوع چیه، چه خبره، دلیلش چیه، میدونی؟ الان تحقیقات علمی نشون داده که این گرایش های متفاوت جنسی فقط مختص انسان نیست، بیش از 180 گونه حیوان گرایش به همجنس خودشون دارن. پس این نتیجه گیری میشه که این مسئله یک مسئله بیولوژیه، کاملا بیولوژیه. میدونین به هر حال بدن ما هم کاملا یک بدن بیولوژی نزدیک به حیواناته. سلول انسانی همون سلول حیوانیه. پس نتیجه گیری میشه که خیلی طبیعیه. مثل میدونین زمانی بوده که مثلا در گذشته خیلی بیماری ها مثلا میشده واو، ولی خب الان میدونن که به این دلیلی که مثلا طرف چشمش ضعیفه یا قند خون داره یا کلسترول داره. فقط هم به علت اینه که آگاهی ها بالا رفته، خیلی چیزا، یعنی مردم بیشتر یه سری اطلاعاتو پیدا کردن، یا یه سری دیگه هم مثلا در مورد بیماری وقتی صحبت نمیکنن، حتی بیمارم یواش یواش بهبودی کامل پیدا میکنن، یعنی همه چی نرمال میشه. پس در اصل همون اطلاعاتو بالا بردن تو هر زمینه‌ای من فکر میکنم خیلی کمک میکنه به همه. اگه چیز دیگه ای هستش که خیلی دوست دارید بینندگان عزیز ما بدونن، حتما برای ما بگید و حتما برای خود ما هم جالب و جذاب هستش با چیزایی که از شما میشنویم، بعضیش واقعا اولین بار هستش و دوست داریم بدونیم. حتما. من پیرو حرف مهتاب جان که واقعا تایید میکنم حرفشو، میخواستم یه نکته دیگه اضافه کنم، این که یک نوزاد حیوان وقتی به دنیا میاد بدون هیچ گونه آموزش و از روی غریزه خودش یاد میگیره که چه جوری زندگی کنه و تبدیل بشه به همون حالا سگ یا گربه‌ای که گفتین. تنها موجودی که روی کره زمین بعد از تولدش نیاز به آموزش و نگهداری داره نوزاد انسانیه، و اگر این آموزش و نگهداری نباشه نوزاد انسانی به انسان تبدیل نمیشه. برای همین همه ما باید این رو بدونیم که اگر فرزند شما به دنیا اومد و یک روزی وقتی بزرگ شد و متوجه شد که این گرایش جنسیش، هویت جنسیش با دوستاش توی مدرسه، توی کوچه، توی خیابون فرق میکنه، چجوری میخواین کمکش بکنید؟ خیلی خوشحالم که این برنامه هست که ما بتونیم حداقل یه دریچه جدیدی رو باز بکنیم برای آموزش برای بچه‌های ال جی بی تی توی ایران. بسیار عالی. من بحثم خیلی داغه، من واقعا دلم نمیخواد که اصلا وسطش وقت رو بیفته، ولی بریم یه بریم کوتاه داشته باشیم. از این بیراهه یه تردید، از این من از حسی که بین ما هنوزم هست میترسم، ته این راه روشن نیست.
منم مثل تو میدونم، نگو باید برید از عشق، نمیتونی نمیتونم نمیتونیم برگردیم، نردشیم از تو این بمبست، منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست. سوال بکنیم تفاوت بین شمایی که در ایران زندگی کردید و در کانادا هم زندگی کردید، تفاوت زندگی برای شما عزیزان بین ایران و کانادا چقدر هستش و چه چیزایی هستش؟ عرضم به حضورتون، من باز میگم تجربه شخصی خودم رو میگم، شاید این برای هر کدوم از ما متفاوت بوده باشه. من خودم به عنوان یه فرد LGBT تا موقعی که اینجا نرسیدم، خودم به این نتیجه نرسیدم که من اول باید خودم رو قبول داشته باشم و بعد بتونم از جامعه توقع داشته باشم که منو قبول کنه. تفاوت بین زندگی ایران و اینجا رو اگه بخوام براتون بگم، انقدر این تفاوت زیاده بین ایران و اینجا که اصلا قابل مقایسه نیستش. چون خب اینجا ما حمایت رو داریم از طرف دولت، نه تنها ما، هر انسان دیگه کسی اجازه نداره یه سری سوالای خصوصی رو از شما بپرسه. توی ایران برعکسشه، نه تنها به خودشون اجازه میدن سوال کنن، بلکه دخالت هم میکنن و به شما میگن که نه خب حالا ما چون دوست نداریم، ما چون دوست نداریم شما اینجوری، شما باید خودتو عوض کنی. خب این خیلی این برای خود من اولین تفاوت بین زندگی ایران و اینجا بودش. عرضم به حضورتون، مسلماً شما وقتی که توی یه محیط هستین، اون محیط خیلی تأثیر میذاره روی خود شما. باز میگم تجربه خود من بودش. من همیشه به عنوان یه فرد LGBT سعی میکردم که فیلم بازی کنم، کسی متوجه نشه، دوستم متوجه نشه، خانواده‌ام متوجه نشن. همیشه تو توی یه اینجا بهش میگن کلازت، توی خیلی تو مجبوری از زندگی شخصی تو انقدر خصوصی نگه داری که حتی به عزیزترین کسات بعضی از مسائل تو که انسان نیاز داره یه درد دلی بکنه، انسان نیاز داره که مشورت بکنه با یه بزرگتر. اولیشو میگم، من خودم به شخص اولین رابطه‌ای که توی زندگیم داشتم، اصلا این امکان پذیر نبود که بخوام از کسی بپرسم، تجربه نداشتم، بخوام حتی از تجربه دیگران استفاده کنم، حتی خانوادم، حتی پدر مادرم، حتی خواهر برادرم، دیگه چه برسه به کسای دیگه که دوست و آشنا و فامیل بودن. اینجا کاملا برعکسه. خود من باز به شخصه، من موقعی اعلام کردم که من یه LGBT هستم، حتی به خانوادم، موقعی بودش که بعد چند سال زندگی کردن اینجا بود. متاسفانه این تفاوتی که بین اتمسفری که توی ایران هستش و اینجا هستش باعث میشه که خیلی از بچه های ما از خودشون فرار کنن در وهله اول. شما وقتی که میبینی که خب پدرت دوست نداره اونی که شما هستی، مادرت دوست نداره، جامعه نمیپذیره، به درد سر میفتی، زندان و نمیدونم جریمه و شلاق و خیلی چیزهایی که اصلا لازم نیست من راجبش صحبت بکنم، این باعث میشه که ناخودآگاه افسرده بشی، این باعث میشه که ناخودآگاه از اجتماع سعی کنی دور بشی، خودتو از مردم دور کنی. هنوز که هنوزه برای خود من به شخصه، هر باری که میخوام بیام توی جامعه ایرانی، با وجود اینکه یک سال ما الان داریم روی استیج میریم فقط برای ایرونیا، هنوز که هنوزه من اون ترس رو دارم، هنوز که هنوزه باز ته دلم میلرزه که الان میریم اونجا
یه اتفاقی پیش میاد، یکی یه چیزی میگه، میدونین، ناخواسته. یعنی ببخشید من وسط صحبتت میگم، یعنی هنوزم اینجا کانادا بازم کسایی هستن که مخالفت میکنن، نه فقط ایرانی ها. مسلمن اصلا این یه چیزی نیستش که فکر کنیم که توی ایرانه که جا نیفتاده، اینجا کاملا جا افتاده است. نه، اینجا هم توی این چند سال اخیره که این اتفاق افتاده. ما حتی تا همین 50-60 سال پیش اینجا اگه میفهمیدن که یکی LGBT هستش تو خیابون با سنگ میزدنش، اینقدر شرایط بد بوده. ولی با میدونی اونجا نه با گذشت زمان از تایمی که از موقعی که وقتی که شما برمیگردین به تاریخچه این قضیه نگاه میکنین، مردم از موقعی با این قضیه کنار اومدن که بچه های LGBT اینجا جرأت اینو پیدا کردن که وایستن بگن ما هستیم، ما هم انسانیم، حق من به عنوان یه گی با شمایی که یه استریتی، با شمایی که یه خانم استریت هستی هیچ فرقی نباید بکنه. هنوزم که هنوزه، بعد این همه که اینجا این همه حمایت هست، این همه قوانینی هستش که اصلا حمایت چی میگم مشخصی از بچه های LGBT داره، هنوز که هنوزه ما شاهد خیلی چیزا هستیم متاسفانه. ولی خب هرچی که جلوتر میریم، هرچی که جنریشن جدید با اطلاعات بیشتری که به خاطر اینترنت و اینجور چیزا به دست میارن با این قضیه بیشتر کنار میان، شرایط راحت تر میشه. میگم برای خود من به شخصه، همیشه من به این فکر میکردم که خب چرا کسی نبودش که 50 سال پیش بلند شه وایسته بگه که من یه LGBT هستم، با افتخار موفق هستم، زندگی دارم، خانواده دارم، بچه دارم، میتونم یه زندگی نرمال مثل همه شماهای دیگه داشته باشم. میگفتم چرا کسی این کارو نکرد؟ خب الان ما کردیم دیگه. دقیقاً ما دقیقاً الان 40-50 سال قبل هستیم که دقیقاً 50 سال آینده از یه جای شروع میشه. مسلماً مسیر سختیه. بله خیلی سخته، اصلاً چیز آسونی نیست، چون فوق‌العاده مسئله حساسیه، فوق‌العاده مردم ایرانی حساسن روی این قضیه. هنوز که هنوزه مثلا ما میبینیم که مردم تفاوت بین خانوم و آقا رو، خانوما رو میبرن زیر سوال دیگه، چه برسه به یه چیزی که تابو هستش و متاسفانه سعی شده که توی لفافه نگه داشته بشه. یعنی قایم کردن این قضیه دقیقا. فقط دلیلش این هستش، یعنی بزرگترین تفاوتش پس ایران و اینجا این هستش که شما توی ایران مجبوری خودتو قائم کنی برای خودتون زندگی، به خاطر شرایط اجتماع، به خاطر قوانین، ولی اینجا نه، اینجا این آزادی رو داری که بلند شی سر پای خودت بگی که آقا جون منم هستم، همونقدر که شما از این زندگی حق داری، از این کشور حق داری، منم دارم. داوود هستم از قم، 22 سالمه، از مشهد. من در شهر سنندج زندگی میکنم و یک دانشجو. من یک پزشک همجنسگرا هستم. من یک دندان پزشک همجنسگرا. اینجا ارومیه، یک همجنسگرای ایرانی از تهران. من یک استاد دانشگاه هستم از شمال ایران. 28 ساله، دو جنسگرا، از یه شهر دوست داشتنی. کلاس M12 هستم، از تهران. ما در جامعه وجود داریم، چیزی که شاید خیلی سخت باشه دیدنش برای بعضیه. من توی محیط درمانی کار میکنم که اکثرا یا پزشکن یا روان پزشک یا روانشناس. هیچ کسی در ایران به حق ما توجهی نداره. و سالهاست که ترسیدم به دلیل طرز تفکر مردم، به دلیل ایرانی هایی که فکر میکنم ما مریضیم یا منحرفیم. خود خیلی منو دوست داشته که یه همجنس گرا بفرید، از تفاوت هم با آدم های دیگه لذت میبرد. بچه ها دوستای خوب رنگ این کمونی، ما خلق شدیم تا متفاوت زندگی کنیم. توصیه من به همحس های خودم اینه که یک همجنسگرای موفق باشن. به امید اون روزی که یعنی 100% باید اتفاق بیفته، یعنی خواهد افتاد. من یه همجنسیم، افتخار میکنم من اینم، با خودم کنار اومدم، مهمی شما کنار بیایی یا نه.
همینطور که 25 سال زندگی کردم بقیهش هم زندگی کنم. اکثر این تفکری که جامعه ایرانی از بچه‌های LGBT داره فقط محدود میشه به یک تعداد انگوش شماری که مردم تونستن ببینن توی ایران. روی همون حساب چند نفری که تونستن ببینن همه ما رو قضاوت میکنن روی اونا، در صورتی که خب این درست نیست که بخوایم ما یک مجموعه رو ببریم زیر سوال به خاطر اینکه مثلا یه نفرشون رو دیدیم. یا مثلا شما، شاید من فردا، منم یه انسانم، هزار تا اشتباه بکنم توی زندگیم، بیاین بگین که چون جاوید اشتباه کرده همه بچهای LGBT مثل جاوید نیستن، نباید خودمون رو جدا بکنیم. یه چیزی بگم، همونطوری که خود شما گفتی توی کشور خودمون، برگردیم اگر به ایران، دلیلش اینه که شما خودتونم گفتید به راحتی نمیتونستید اون چیزی که هستید و بیان بکنید. این یه جورایی قایم شده بوده، به خاطر همین هممون کم اطلاع هستیم. درست. و دلیلش هم اینه. شاید اگر این حالت نبود، شما بیشتر خودتون رو نشون میدادید و قایم نمیکردید خودتون رو از بقیه، شاید خیلی راحتتر ماها متوجه میشدیم که نه، چیز خیلی عجیبی نیست. واقعا هم همینه. آره واقعا همینطوره. خیلی ساده بخواییم بهش نگاه کنیم، اصلا نباید جدا بکنیم. خیلی عجیب نیست. دقیقا. ما همونطور که بدن بیولوژیمون شبیه همه در از نظر از اون پایه و مایه بخواییم نگاه کنیم، انسان‌ها این همین، جنسیت رو کنار بگذاریم، وقتی که رنگ چشم شما مثلا قهوه‌ای، مال من توسیه، این دلیل شما لنز استفاده کرده. آره یا خیلی خیلی یا آدم دیگه رنگ چشمش یه رنگ دیگه، یه دلیل برای این نمیشه که از نظر خصوصیات اخلاقی، انسانی، حتی بیولوژی یا برتری یا برتری اصلا همچی چیزی نیست. یا پایین‌تره یا بالاتر هستش، مساویه. اون هویت جنسی که امروز موضوع بحث ماست همینه. دقیقا مثل قد آدم هاست، مثل رنگ چشم آدم هاست، مثل رنگ موی آدم هاست، جزئی از وجود انسانیه. یعنی انقدر متاسفانه در طول تاریخ این مسئله جنسی و سکشوال تابو بوده برای آدم ها، انقدر روی این قضیه، به خاطر اینکه تنها و مهمترین سکچوال درایو انسانی روی این قضیه هست، خیلی خیلی بیماری و خیلی افکار غیر واقع بینانه نسبت به این قضیه شکل گرفته. که حالا مثلا فلانی چون فلانه، الان فلانه، منظورتون افکار بیمار هستش، درسته؟ خب خیلی از چیزها اصلا ناآشنا بودن آدم ها روی این قضیه خب خیلی باعث حالا اتفاقات و مسائل شده. من این سوال خیلی مهم در مورد همین هویت و شناختن هویت دارم که حالا یه فاصله کوتاه بدیم برمیگردیم ازتون. قبل از که سوالتون رو بپرسید، من میخواستم در مورد سوالی که پرسیدید که تفاوت زندگی در ایران و اینجا چیه، یه مطلب اضافه کنم که تفاوتش دقیقاً در نداشتن تفاوته. در ایران همه چیز نه تنها عجیبه بلکه جالب هم نیست. یعنی شما تفاوت داشته باشی جالب نیست، باید یک رنگ باشی، مثل اجتماع باشی. در اینجا همه چیز نه تنها عجیب جالب هست، دلنشین هست، عجیبم هست، ولی تفاوتش به دل میشینه. یعنی ماها هر کدوممون به استایل خودمون داریم زندگی میکنیم، نه تنها هیچ مشکلی واسه همدیگه ایجاد نمیکنیم، بلکه در کمال آرامش با همدیگه تفاوتها رو درک میکنیم و با هم کنار میایم. در ایران من نمیتونستم اگر کفش زنونه دوست داشتم بپوشم، من نمیتونستم از خونه بیرون برم. توی خونه میتونستم هر کاری میخوام بکنم، ولی از خونه اگر میرفتم بیرون با نگاه‌های عجیب مردم قضاوت خودم همینجوری که بارها، حالا دارم جلوتور میرم، میگم بارها به من حمله شد. به خاطر چی؟ تهمت زده شد، حتی حرفای بد بیان شد روبروی من. به خاطر چی؟ به خاطر که من تفاوت داشتم. نمونه بارزش، اولین تفاوتی که میبینیم در نحوه لباس پوشیدن ما توی جامعه ایرانی،
من همیشه این بحث رو میگم، میگم زمانی که لباس من، پوشش من به شما آسیبی وارد نکنه، پس جای هیچ گونه قضاوت و توهینی وجود نداره. چرا؟ اگر من یه لباس خاردار بپوشم سر تا سر خار و بیام توی جامعه رد بشم، شما حق داری از من ایراد بگیری، چون من اگه بخوام سوار مترو بشم، سوار ماشین بشم، به شما آسیب وارد میشه. مادامی که ما این لباس رو داریم، نه دزدی کردیم نه اختلاس کردیم و فقط داریم برای خودمون زندگی میکنیم، آسیبی بکنیم، نه سر دخترمون رو با تبر قطع کردیم. There you go. پس جای هیچ کنه دیده. تنها دلیلی که این سفر رو شروع کردم اینه که تو کشورم اونطوری که هستم قبولم نمی کنن. یه جوری باهات برخورد می کنن که انگار غریبه‌ای، متفاوتی. خانواده‌ام کلن بام خوب بودن، ولی هیچ وقت در موردش حرفی نزدیم. به طور کلی خانواده های ایرانی با مسئله همجنسگرایی کنار نمیان. ما موقعی که متوجه این قضیه بشیم که تفاوتی که بین انسان ها هستش ترسناک نیست، بلکه میتونه خیلی قشنگ و زیبا باشه. زندگی تو تورنتو خیلی این قضیه رو میتونه مثال خوبی براش باشه. شاید اگه مثلا تا موقعی که آدم تو ایران باشه از یه سری ملیت های دیگه میترسه، چون هیچ شناختی راجبشون نداره. اینجا داریم میبینین که 72 ملت کنار هم دیگه دارن در صلح و آرامش زندگی میکنن. چرا؟ چون اون تفاوت هایی که با هم دیگه دارن رو قبول کردن. یه چیز مهمتره که به کار هم دیگه کاری ندارن. نه بحث به کار ندارن. میدونین یه چیز دیگه هم که من میخواستم راجبش صحبت بکنم اینه که متاسفانه توی این 40-50 سال اخیر به قدری فرهنگ ایرانی داره ضربه بهش میخوره که حد و اندازه نداره. متاسفانه ما داریم میبینیم که مردم عزیز کشورمون که برادرای خود من هستن، خواهرای خود ما هستن، فک و فامیل دور و بریای خود ما هستن، یک سری مسائلی که واقعا جزو مهمترین مسائل توی معاشرت با انسانهای دیگه هست و رعایت نمیکنن. مثلا شاید توی ایران اگه یه نفر منو ببینه اولین سوالی که از من بپرسه اینه که شما آقایی یا خانومی. من فکر نمی‌کنم اصلا به کسی ربط داشته باشه. اصلا این میدونی کسی که این سوالو میکنه به نظر من ایشون بیماره، چون که اولین چیزی که داره راجبش فکر میکنه یه چیزیه که خیلی خصوصیه و به کسی ربطی نداره. بیمار نیست، احمقه. اما همین می‌خواستم بیمار، من اصلاح میکنم حرف شما رو، البته با اجازه. بیمار نمیتونیم بگیم. آگاهیش رو نداشته. آگاهی کمتری داره. ببینید نه حدیه. من اینو قبول نمی‌کنم. زمانی که نه ادامه حرف شما رو میگم، زمانی که این ناآگاهی ادامه پیدا بکنه در گذر زمان انقدر این سخت و محکم میشه و گره میخوره این ناگاهی با اون فرد که فرد از دید ما غیر نرمال به نظر میاد که چرا اینجوری فکر میکنه. میدونی این بیماره در من وقتی که میگم بیماره از این نظر دارم میگم که چرا باید وقتی که دوتا انسان برای بار اول همدیگر رو میبینن اولین چیزی که بخوان راجبش فکر کنن دستگاه تناسلی طرف مقابله. خب تو دیگه یعنی انسانیت طرف رو گذاشتی زیر پات، فقط تنها چیزی که داری بهش فکر میکنی سکشوالیتی طرف. خب به نظر من این آدم به بیماره. خب البته توقعی هم نمیشه داشت مسلما توی جامعه ای که صبح تا غروب داره گفته میشه که خوب بد، زن مرد، سیاه سفید، مؤمن کافر، یعنی یا اینه یا اینه. خب جامعه دو قطبی میشه دیگه. ببینید از روز ازل پیله به تن زاده شدم، تا زاده شدم کودک آزاده شدم. در خلوت و تنهایی خویشتن اسیر، در جمع شما فقط که آزرده شدم. نفرین شده از مادر و محروم ز ارث پدرم، از خانه و کاشانه خود رانده شدم.
می رقصم و رقصیدن من ولوله آزادی است. با حکم ابد آنچه که دل خواسته شد خوانده شدم. خب تصاویر جذابی که دیدیم برنامه پرژن درگ شو بود. من دلم میخواد که جاوید جان سری توضیحات تخصصی تر به ما بدن که ما بدونیم که چی کار میکنن و اصلا در واقع هدفشون توی این برنامه چی هست. عرضم به حضورتون من توضیح کوچیکی راجع به درگ اول بدم، چون خیلی این کلمه نزدیک هستش به درگ و خیلی از ایرانی ها فکر میکردن که الان مثلا دارن میان یه جایی که ما راجع به دارو میخوایم باشون صحبت بکنیم. عرضم به حضورتون
درگ به معنی کلمه اگه بخوایم حساب کنیم در اصل میگم باز این چیزیه که برداشت خود من هستش، شاید تعریف علمیش چیز دیگه ای باشه. من حس میکنم که درگ بیسیکلی خانوم هایی که در نقش آقا روی استیج میرن و آقایونی که در نقش خانوم روی استیج برای سرگرم کردن، برای چند ساعت محیط شاد و عرضم به حضورتون با مضمون موسیقی و اینجور چیزها، به نظر من این هستش. جالبه. کلن واژه درگ در زبان انگلیسی به معنای کشیدن و پوشش دادن هست و وقتی که کنار کلمه کوین یا کینگ قرار میگیره در واقع یک هویتی میده به اون شخص که خودش رو مثل کوین پوشش میده و خودش رو مثل یک ملکه میکنه. در اصل نقش بازی کردنه. نقش بازی کردن نیست، از درون میاد. درسته. از درون میاد. مثلا استایلی که جاوید برای درگ کوین داره با بقیه درگ کوین ها فرق میکنه. این درگ کوین با اون درگ کوین فرق میکنه استایلش. هر کس استایل خودش رو داره. ولی در آره احساس درونیش، ولی در حالت کلی همه درگ کوین ها و درگ کینگ ها یک سبک استایل رو دارن که اینها زیر شاخه میشه نسبت به سلیقه خودشون، یه تاچاپی میشه و میشه ایشون. حالا من یه مقاله خوندم راجع به این قضیه، نمیدونم صحتش رو تا چه حد، که اصلا این سیستم از این گرفته شده که توی اروپا زمان قرون وسطا چون خانوم ها اجازه نداشتن روی استیج برن و تئاتر رو برنامه اجرا کنند، آقایونی بودند که میکاپ زنونه میکردن، لباس زنونه میپوشیدن و جای نقش خانوم رو میگرفتن، که این سیستم برگرفته از اون داستانی. کاملا درسته، چون اصلا تاریخچه درگ همین هستش. یعنی اولین درگ هایی که به صورت نمایش هایی که به صورت درگ روی استیج رفته از اونجا چی میگن ریشش از اونجا بوده، ولی با گذشت زمان به خاطر علاقه‌ای که بچه‌های LGBT به اینجور مسائل دارن بیشتر اومدش تعلق گرفتش به بچه‌های LGBT، چون هم این وسط بحث علاقه بود، هم بحث این که شما اگه به عنوان یه آقا خجالت نکشی که یه نقشه یه خانوم رو داشته باشی خیلی قشنگ تره تا به عنوان کسی که مثلا حالا خجالت میکشی که بخواد به جای خانوم باشه. تو رفتی و از اون روز منم تو رویان شاید بیای، تو رفتی و منم از اون روز که تنهام شاید بیای. ببین تو چقدر تنهام، مگه چی میخوام که اینقدر خالی دستام، چرا من همیشه تنهام، تاریک دنیام، چرا من هنوز تو دنیا. قلبم و سر عشق تو دادم، از چشات خیلی سال افتادم، قلبم و سر عشق تو دادم، از چشات، از چشات. من با پارتنرم خونه نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم که چرا 50 سال پیش یه نفر بلند نشده که یه حرفی بزنه بگه که ما هستیم، که امروز مسیر برای ماها راحت تر باشه. که با پارتنر من به من گفتش که خب تو داری گلگی میکنی از کسی که 50 سال پیش این کارو نکرده، تو خودت کسی هستی که 50 سال دیگه یه بچه میاد از تو گلگی میکنه که تو چرا این کارو نکردی. چقدر خوبه که ماها بخوایم بذاریم کنار که چرا نبوده، چرا نشده، چرا کسی ما رو قبول نمیکنه، چرا کسی برای ما کاری نمیکنه. خب موقعش رسیده که خودمون یه کاری انجام بدیم، موقعش رسیده که خودمون یه قدمی برداریم توی این قضیه. مخصوصا من حس میکنم مایی که
الان توی ایران نیستیم، وظیفه ما خیلی سنگین تره نسبت به کسایی که توی ایرانن، چون شرایط برای ما فراهمه که بتونیم خیلی کارا رو بکنیم. برای کسایی که توی ایرانن متاسفانه این شرایط وجود نداره. اصلی ترین پیامی که من میتونم به یه پدر مادرای آینده، اول از خود بچه‌ها شروع کنم، اول از پدر مادر، از خود بچه‌ها شروع کنم، خود کسایی که پدر مادر تا یه جایی نقش دارن. بچه باید خودش اول به این باور برسه که تو به عنوان یه انسان قبول شده ای. تو به عنوان یه انسان هر چی که باشی، خدا تو رو دوست داشته، دنیا تو رو دوست داره، خودتو کم نبین. فکر نکن که تو تنهایی. من میگم، باز تجربه خودم میگم، من به عنوان یه بگم بچه 10-12 ساله اصل مشکلی که داشتم این بودش که با خودم میجنگیدم که خب الان جامعه منو قبول نمیکنه، الان پدرم شاید منو قبول نکنه، مادرم شاید منو قبول نکنه. اصلی ترین پیامی که من میتونم بدم اینه که اول از همه خودتو باور باید داشته باشی تا بتونی که دیگران توقع داشته باشی که اونا هم تو رو قبول کنن. این برای بچه ها. برای خانواده ها، ای کاش ما یاد بگیریم که بچه ها وسیله‌ای برای تحقق آرزوهای ما نیستن. دقیقاً. اگه شما دوست داری دکتر بشی، اگه شما دوست داشتی دکتر بشی و شرایط برات فراهم نبوده، شما اجازه اینو نداری که بچه تو مجبور کنی بره دکتر بشه. ظلم در حقش داری میکنی. تمام اون زندگی و روال پروسه یه زندگی یه انسانو داری میبری زیر سوال اگه مجبورش کنی که یه همچین کاری بکنه. چقدر خوبه که بیایم یاد بگیریم که نمیشه آدم‌ها رو عوض کرد. شما نمیتونی یه بچه رو عوض کنی. این قضیه اختیاری نیست. یه گی به دنیا میاد. کسی که لزبیانه لزبیان به دنیا میاد. چیزی نیستش که انتخابی باشه یا در اثر شرایط محیطی اکتسابی باشه. دقیقاً. بهترین به نظر من، میدونم خیلی چیز بزرگیه، خانواده‌ها همه پدر مادرها خیر بچه‌شون رو میخوان. اگر نگرانن، اگر یه سری برخوردها رو ناخواسته و نادونسته انجام میدن، فقط به خاطر اینه که از آینده بچه‌شون میترسن. بذارین بچه‌ها خودشون تجربه کنن. بذارین به عنوان پدر و مادر ما فقط میتونیم راه خیر و شر رو به بچه‌مون نشون بدیم. نمیتونیم مجبورش کنیم که تو باید این مسیری که من میگم که درسته رو اینو بری. اجازه بدیم خودشون انتخاب کنن، اجازه بدیم که خودشون تجربه کسب کنن، به جای اینکه مجبورشون کنیم که به خواسته‌ها و آرزوهای شخصی خود ما برسن. حمایت خانواده خیلی چیز مهم و حساسیه توی این قضیه. خیلی از آسیب‌های اجتماعی که ما الان توی بچه‌های LGBT می‌بینیم به خاطر نداشتن حمایت خانواده‌شون بوده. شما تصور بکنید بچه‌ای که 16-17 سالشه، به خاطر اینکه خودش باشه خانواده طردش میکنه. خب تو اگه بچه تو دوست داری چطور دلت میاد طردش کنی؟ اگه آینده قشنگ براش میخوای، اگه زندگی موفق براش میخوای، حمایتش کن، بهش حواست باشه که چی کار باید بکنه که پاشو به قول معروف گفتن توی مسائلی که همه خانواده های ایرانی ازش میترسن نذاره. وقتی شما بچه رو طرد میکنی، وقتی که بچه حمایت مالی نداره، مجبور میشه که به راههایی بره که نباید بره. پای بچه به جاهایی باز میشه که نباید باز بشه. واقعا اگه ما بچه هامونو دوست داریم، نباید این ظلم رو در حقشون بکنیم که حمایتمون رو ازش بگیریم. تنها چیزی که من حس میکنم پدر و مادر وظیفه‌شونه که انجام بدن برای بچه هاشون حمایت کردنه. با مهتاب چون چند وقت پیش ما داشتیم راجع به این مسئله صحبت میکردیم که متاسفانه چقدر مخصوصا بچه های ترنس ایرانی آسیب بهشون خورده توی این چند سال گذشته که فقط به دلیل اینکه حمایت خانواده رو نداشتن. موسیقی
من میخواستم اینجا یه مثال بزنم برای پدر مادرها که راحت تر این مسئله رو قابل پذیرش بکنیم براشون. شما در نظر بگین که بچه شما الان به دنیا اومده و رنگ چشمش مثلا آبیه و خودش هیچ گونه دخالتی توی انتخاب رنگ چشمش نداشته و این مسئله کاملا ژنتیکی بوده و این فرزند، این نوزاد با همین رنگ چشم به دنیا اومده، آیا ما اجازه داریم به خاطر اینکه در اون شهر، در اون منطقه همه بچه ها چشمشون مشکیه، ما این کودک رو بگیریم و از اون جامعه جداش کنیم و نذاریم توی جامعه بیاد به خاطر که مسخره بشه؟ مبادا از این که بگن نشونش بدن با انگوش بگن چشمش آبیه، بزنیم کورش کنیم، بزنیم کورش کنیم. حالا دقیقاً آفرین، دقیقاً بچهای همجنسگرای ما همین شرایط رو دارن. ماها هیچ گونه انتخابی توی گرایش جنسیمون نداشتیم. من کویر به دنیا اومدم. متاسفانه یه جوری هم اوین جان برمیگرده به اون نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران که آدم‌ها خیلی نگران قضاوت و حرف مردمن. می‌بینی؟ در صورتی که واقعیت اینه که اصلا مردم اولا به ما فکر نمی کنن، بعدم مردمی که بخوان به ما فکر کنن انقدر بدبختن، بیمارن، گرفتارن، بیکارن که بخوان راجع به یه آدم دیگه فکر کنن. اصلا حتی اگرم فکرم بکنن، حرفم بزنن، بد و بیرام بگن، تأثیری توی زندگی من نداره. پس پدر مادرها خیلی خوبه که این واقعیت رو بپذیرن که حالا اگر بچه‌شون اینجوریه، همسایه‌شون، خانواده‌شون هر فکری بکنن به خودشون مربوطه. مثل اینکه پدر مادر واقعی حمایت بچه رو دقیقاً به خاطر حرف مردم عزیزشون، جگرگوشه‌شون رو بهش آسیب نزنن، نابودش نکنن. خیلی خیلی متشکریم از این برنامه بسیار جنجالی شما. حالا من یه سوال میخوام از شما بپرسم. شما با توجه به این اطلاعاتی که ما الان به شما دادیم، اگر که یک نوزاد داشته باشین و به دنیا بیاد، چه جوری باهاش رفتار میکنید؟ مطمئن باشید که خیلی تغییر کرد نسبت به دو ساعت پیش. من قدر ارتباط گرفتم، من به شدت احترام قائلم برای شما. گفتم قبل از اینکه اینقدر شما خودتون اطلاعات دارید، این خیلی مهمه. خود ماها برای مرد بودن، برای زن بودن اینقدر اطلاعات نداریم. اصلا من شخصا اینو دارم میگم، من واقعا اینقدر نمیرم دنبال بگردم پیدا بکنم که مرد بودن واقعی چیه، زن بودن واقعی چیه، چه چیزایی، چه کارهایی باید بکنیم تا به اون هویت برسیم. من حس میکنم که اگه باز ما این قضیه جنسیت رو بهش توجه نکنیم، بیایم تمرکز کنیم روی این که همه یکی هست، همه انسانی میدونی، مردونگی و زنونگی به اون چیزایی که برای ما تعریف شده واقعا نیست. ما خیلی خانوما رو میبینیم که از خیلی آقایون مردترن، خیلی آقایون هم میبینیم که از خیلی خانوما واقعا خانومترن. میدونین منظورم چیه؟ موقعی که ما یاد بگیریم که اولین چیزی که بهش توجه میکنیم جنسیت طرف نباشه، انسانیت طرف باشه، اون موقع برد کردیم. من خیلی دوست دارم که ازتون حتما قول بگیرم، ما حتما بازم تو برنامه پرژن درکشای شما میایم، گزارش تهیه میکنیم و دوست دارم شما حتما توی برنامه ما بیاید، با هم بشین صحبت بکنیم. میخوام که به عزیزایی که این برنامه رو میبینن بگم که شما هر سوالی که دارید، هر چیزی که ذهنتون رو مشغول میکنه، یا اگر راهنمایی، اگر واقعا توی ذهنتون چیزی هست که دوست دارید راهنمایی بگیرید از این عزیزان ما، حتما با برنامه ما، با پیج اینستاگرام ما اسکای تلویزیون در تماس باشید، ما رو در جریان سوالای خودتون بذارید. من ازشون قولو گرفتم توی پشت صحنه، حتما یک بار دیگه ما دوستان کنار خودمون خواهیم داشت، برنامه خیلی مفصل تری خواهیم داشت. دوستای دیگه‌ای هم هستن که توی این برنامه نیومدن و ازشون دعوت میکنیم که بیان.
که خب ما باز بشینیم و مفصل صحبت بکنیم. حالا باید صحبت کرد تا مردم با این آگاهی در واقع این آگاهی رو پیدا بکنن. و دوست دارم که حتما برنامه داشته باشیم. جا داره که یه توضیح هم اینجا در مورد دوتا اسپانسر خوبمون بدم. یکی آیردیوس هست که iradios.ca یه در واقع اپلیکیشنی هست که موزیک پخش میکنه به صورت لایف و موزیک ویدیو پخش میکنه و به 6 تا زبان مختلف موزیک ویدیو پخش میکنه که حالا مردم میتونن iradios.ca رو چه برای گوشه اندروید چه برای گوشه اپل دانلود بکنن و موزیکا رو گوش بدن، کیف بکنن، لذت ببرن. نسخه رادیویی برنامه‌های ما هم توی iradios پخش خواهد شد و اینکه قطعاً اتفاقات بیشتری هم از iradios توی برنامه خواهند دید مردم. شما هم دانلود بکنید، برنامه جالبه، پادکست خوبی داره. یکی دیگه هم در واقع مبلمانی که اینجا ما داریم، شما توضیح شما اطلاعات حتما خوشگل. من اول چیزی که نظرم چقدر با لباس های شما ست بود از همین خیلی اونرشون چقدر نازنین هستن. آقا سعید، به بینندگان عزیز خوب خودمونم بگم که فرنیچر پارادایز که توی هایوی 7 هم هستن واقعا بی نظیر مبلاش. من هیچ جای تورنتو مبلای به این شیکی و تنوع کارشون خیلی بالاست. اتفاقا تایم بریکمون داشتیم در مورد مبلای پارادایز صحبت میکردیم که چقدر آقا سعید نازنین هستن و چقدر حمایت میکنن. و در کنارش یه چیز دیگه هم اضافه بکنم، اگر شما وارد فروشگاه ایشون بشید حتما بجز یه تیکه چیز به نظر من خیلی چیزایی که حتی احتیاج هم ندارید دوست دارید بخرید، چون واقعا بی نظیره. سلیقه‌شون محشره و خیلی چیزای یونیک و تک و توی فرنیچر پارادایز میتونید پیدا کنید. ایرونی پسنده. ایرونی پسنده. بله، سلیقه ما خیلی واقعا ایرانی پسند هستش و به نظر لاکچریه. دقیقاً. و برخوردشون هم خیلی نازنین و به نظر من بی نظیر هستن. خیلی خوشحال شدیم که اومدین کنار ما بودیم، ما کنارتون بودیم. خیلی خوشحال بودیم که همه ما تونستیم بریم توی خونه مردم پاتوق و اونجا دور هم داشته باشیم. بازم باید به پاتوق ما بیاین، ما هم به پاتوق شما میایم اگه دعوتمون بکنین با افتخار. و کلام آخری اگر هست که خدافظی بکنیم. من خیلی میخوام که نمیدونم اسمشو چی بذارم، اسمشو بذارم این که آرزوهای آدم ها دست نیافتنی نیست. من موقعی که این کار رو شروع کردم فکرشو نمی کردم که انقدر زود به نتیجه برسم، به نتیجهی که دلم میخواد برسم. خیلی همه ما خوشحالیم از اینکه اینجاییم، از اینکه ما توی جمع غیر LGBT ایرانی هستیم و این حس پذیرش از طرف این جامعه به قدری شیرینه که اصلا حد و اندازه ندارم. من نمیتونم بهتون بگم که چقدر من خودم به شخص خوشحالم که الان اینجا نشستم و مهمون برنامه شما. ما خیلی خوشحال هستیم که شما رو داریم. زنده باشید. این نشون میده که ما ایرونیا به عنوان از هیومن ما یه قدم جلوتر رفتیم. ما اون تابوها رو تونستیم بشکنیم. شاید تا چند سال پیش هیچ غیر LGBT ایرونی حاضر نبود که بخواد هم کلام بشه با بچه‌های ما. و واقعا تشکر میکنم از شما، برنامه خوبتون. مرسی که اومدید که میزبان ما بودید. مرسی که اومدید. همچنین شما ما خیلی خوشحال کردید، برنامه‌مون رو قشنگ‌تر کردید، باشکوه‌تر کردید و در این حال کلی به اطلاعاتمون اضافه کردید. واقعا یعنی من به شخص کلی ازتون چیز یاد گرفتم امروز. مطمئنم که بینندگان عزیز خوب پاتوق هم امروز کلی اطلاعات به اطلاعاتشون اضافه شد و حتما تک تکشون شما ها رو دوست دارن و دوست خواهند داشت و از این به بعد میدونن که در آینده چجوری اگر قرار در آینده ازدواج کنن، در آینده بچه دار بشن، چجوری با اینا برخورد بکنن. میدونین انقدر این زمینه اطلاعات توش هستش که مردم در جریانش نیستن که واقعا توی یه برنامه نمیشه کل اطلاعات رو گنجون. پس حتما شما این قول رو به ما بدید در برنامه های آینده ما شما عزیزان رو داشته باشین. پس خیلی خوبی هم داریم برای پدر و مادرها که چجوری با بچه هاشون برخورد کنن. حتما خیلی هم از پیشنهادهای خوب شما صحبت های قشنگ رو دلیل میشیدون در برنامه های آینده هم استفاده خواهید کرد. ممنون از شما، ممنون از بینندگان روزم میان و میرم حال من بده هم روز روزگار خوش خودم میگم خیلی متشکر چیزی نمون به سوز این دل دل
من دارم میگرم I just call to check and she say what did you do with him today and he just lift me out like I was sent away cause you're my Stella and me you're still on fly by the time I knock the door قدرش رو ندونستی ازم شاکی شده میگه چرا نتونستی این دلم همگین هنوزم از دستم بخوره حرفم رو با کی بزنم این دل چقدر بره این دلم همگین هنوزم از دستم بخوره حرفم رو با کی بزنم این دل چقدر بره